یکی از بازی‌های مرکزی دور 13 چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال بین دسته‌های لیگ یکم در ورزشگاه مرکزی نوحیه فرخور با اشتراک دو دسته مدعی برای دریافت راحت به لیگ عالی حاصلات نوحیه فرخور و هولبوک نوحیه واسه برگزار شد. در دیدار امروز دسته حاصلات با سرمربی جدید یوسف ربیوف اندری میدان رقابت شدند. هر دو دسته از دقایق اول بازی تنها برای غالبیت به میدان آمده پیوسته در خط هجوم قرار داشتند. در این قسمت دیدار صاحبان میدان بیشتر در خط هجوم قرار داشته اولین شده با کشودن حساب دست یافتند. گل اولی دیدار امروز را باشد حملهور دسته حاصلات دلیر چولوف بعد کوشش‌های زیادی همدستگان ورود دروازه رقیب نموده در حساب بازی دسته خود را به پیش برآورد. در ادامه بازی دسته هولبوک نیز چندین حالت‌های خطرناک را سازمان داد ولی فوتبال‌بازان خط حمله امکانیت‌های به دست آمده را تا به آخر استفاده کرده نتوانستند. در دقایق آخر نیمه اولی بازی بعد گزارش از طرف راست میدان فوتبال‌باز دسته حاصلات در داخل جریمه‌گاه از پای افتانیده شد که در این حالت داور مرکزی ضربه جریمه‌ای تعیین نمود. امکانیت مذکور حمایتگر کناری دسته حاصلات دلیر شومرودوف با گل انجام داد. قسمت اول بازی با حساب 2-0 به انجام رسیده دسته‌ها با تنفس برآمدند. در قسمت دوم بازی باشد باز هم دسته‌ها برای تغییر دادن حساب بازی بر نفع خود کوشش‌های زیاد کردند ولی در این قسمت بازی فوتبال‌بازان هر دو دسته با زدن گل شرف‌یاب نشدند. همین طریق دربی منطقه کلوب در لیگ یکم با اشتراک دسته‌های حاصلات فرخور و هولبوک نوحیه واسه با حساب 2-0 بر نفع دسته حاصلات به انجام رسیده، دسته نوحیه فرخور برای دریافت راحتی لیگ عالی تلاش‌های خود را ادامه می‌دهد. چه گفته بودیم این بازی و دربی بود، بازی و وزبین می‌گذرد. در یکم تایم که ما دو گل زدیم، در دویم تایم دسته هولبوک کانتر بازیش رو ایواز کرد، بعد ما مومنتوی خودمون زده نتونستیم. اولی بازی رو خیلی بسیاران در پیش، بازی های وزبین، دویم کروگی محریوه که نه سر شد دویم بازیش، اولی نه بازی دیگه، همه بازی ها با فکر من خیلی مشکل میگذارد.